ای یگان معبود، ای اهورا، تو نیروی میدان نبرد را بر ما عنایت فرمودی و رایحه مدهوش گل نیلوفر را با گلبرگ های زیبا ما را تشنه شهدش ساختی چون زنبورانی بیشمار. والاترین خیر را از تو میخواهیم چون کوه را با گام های ما هموار ساختی. درودت باد. رضا ابراهیمی هستم از کانال یوتیوب کالج باستانی. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه خوبان. این کلیپ عقاب، در مورد عقاب مطالب بسیاری شنیدید، دیدید، مطالعه کردید. مواردی که عرض میکنم خاص هست. خواهش میکنم با دقت این کلیپ کوتاه رو دنبال بفرمایید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستان گرامی، بارها عرض کردم خدمتون، نماد بایستی در مکان نامی باشه. اگر بحث نماد هست و من میخوام عقاب رو برای شما یک سری مواردش رو عرض بکنم، بایستی مکان نامی باشه. خب حالا ما در یک مکان نامی یک عقابی داریم. این عقاب یعنی چی؟ عقاب نشانه مردانگی هست، نشانه حاکمیت هست، نشانه اقتدار، نشانه مژده و امانت بسیار خاص و نفیس، نشانه مقبره شاه میتونه باشه در مواردی که کنار عقاب صلیب باشه. عقاب نشانه مقبره یک سرباز یا نشانه مقبره همون سرباز و دلاور و جنگجو با خانوادش میتونه باشه. خدمتون عرض بشه که در رابطه با عقاب، گنج عقاب چی میتونه باشه؟ گنج عقاب دوستان گرامی طلا هست، ابزار و ادوات و آلات جنگی هست بسیار زیاد و میتونه گنج و دفینه و مال راهزنان هم باشه اگر به پای عقاب ماری حالا پیچیده باشه یا آویزون باشه. خب این از مواردی که میتونه یک عقاب داشته باشه. خدمتون عرض بشه که معمولا وقتی عقاب میاد، عقاب رو میبینید، این عقاب بایستی حاصل تراش دست باشه. یعنی کار تراش دست روی عقاب کاملا مشهود باشه، کاملا نمایان باشه. با توجه به این که 2000-3000 سال از ساخت اون گذشته، یک سری فرسایش هایی رو داره، اما معمار و طراحی که اون عقاب رو طراحی کرده روی یک سنگ خاصی طراحی کرده که فرسایش اون خیلی سریع اتفاق نیفته و از سنگ بسیار خاص و محکمی استفاده شده. خدمتون عرض بشه که وقتی عقاب میاد یعنی پلمب، وقتی عقاب میاد یعنی قار، یعنی یک پلمب یا یک قاری که درون اون پلمب درز، اشکفت یا قار سردابهی هست، قبری هست، قبر سردابهی. در رابطه با قبر سردابهی 2-3 تا کلیپ پایین تر اگر تشریف ببرید معنا و تعریف سردابه رو خدمتون عرض کردم تا بدونید سردابه یعنی چی. جهت نگاه عقاب و قسمت دم عقاب بسیار بسیار مهمه. دوستان گرامی، عقاب روی دلارها هست، حتی روی سکه. قدیم یک دلاری رو سکه می زدن. همون سکه یک دلاری رو اگه نگاه بکنید، اون عقاب 33 تا پر داره. عدد 33 بالاترین عدد فراماسون هاست.
عدد 33 بالاترین عدد در کابالا هاست، که اون عدد 33 بر روی سکه دلار خودنمایی میکنه و نشان از اقتدار و سلطه اقتصادی بر دنیا. حکایت از این داره. در کشورهای دیگه مثل ترکیه از عقاب استفاده میشه، در عراق همینطور، در سوریه همینطور، و سکه‌هاشون رو اگه نگاه بکنی معمولا عکس عقاب رو به وفور خواهید دید. خدمتتون عرض بشه، عقاب با صلیب رو عرض کردم که میشه دوران بیزانس یا رومیان باستان. اگر عقاب و صلیب باشه اون میشه یک آرامگاه که مربوط به رومیان باستان یا دوران بیزانس هست. حالا اگر عقاب بالش باز باشه، بال عقاب باز باشه، صرفاً یک یاد بوده و اصلاً ربطی به دفینه و گنج نداره. عقابی که هر دو بالش باز باشه فقط یاد بوده. یادتون باشه اگر عقاب نشسته باشه و بالها بسته باشه اشاره به یک غار یا یک درز یا یک اشکفت یا یک پلمپی داره که بایستی اطراف بررسی بشه. زمانی که شما در مکان نامی هستی و عقاب رو میبینید، تمامی سنگهای اطراف، دوستان گرامی، اونها طبیعی نیستن. معمار زمان اومده با طراحی مهندسی خودش اون مکان رو به شکل طبیعی در آورده و تک تک اون سنگ ها بایستی بررسی بشه. نوک منقار عقاب رو حتما با دقت بررسی بکنید. قسمتی که سر عقاب روی یک صخره هست رو با دقت کامل بررسی بکنید. عزیزان نگفتم پتک بردارید به جونش بیفتید، گفتم بررسی بکنید. خدمتتون عرض بشه که حالا ما یه عقابی داریم کندکاری شده، یعنی کندن اون رو، حکاکی کردن. اگر ما عقاب کندکاری دیدیم، پشت عقاب مهمه. پشت عقاب شما یک پلمپی رو دارید. اگر برجسته باشه، یک بالش باز باشه، شما در همون جایی که عقاب هست در پایین اون بگردید به دنبال یک صلیب و اطراف اون مطمئنن آبشاری هست یا قبلا اون آبشار بوده که صخره خاصی رو در اون قسمت میبینید به شکل یک تخت، یک سنگ صاف انگاری که تخت هست، همچین چیزی رو میبینید. اون قسمت رو دوستان گرامی با دقت تمام بررسی بفرمایید. خدمتون عرض بشه که عقاب در حال پرواز باشه میشه، یعنی عقاب در حال پرواز، یعنی یک در شیب اون کوه صخره‌ای شما یک سردابه ای رو دارید، یک قبری رو دارید در شیب اون کوه صخره‌ای. بگردید دنبال یک سردابه، قبر سردابه‌ای. اگر عقاب حالت شناور داشت در آسمون، معمولا شما عقاب ها رو میبینید که بال میزنن میرن در ارتفاع و شناور وای میستن، معمولا این رو بسیار دیدید. اگر چنین موردی بود و عقاب شناور در آسمان بود، پایین همون عقابی که شناور هست در آسمون شکافی رو دارید که درون اون شکاف باز هم قبر سردابه‌ای رو دارید که اون اطراف رو اگر با دقت نگاه بکنید یک حلقه به اندازه مچ در سقف خواهید داشت.
خدمتون عرض بشه، حالا ما یه عقاب نداریم، سردیس داریم، یعنی فقط سر عقاب هست، سایر اجزای بدنش رو نداریم. اگر ما سردیس عقاب تنها باشه، اشاره به یک ورودی میکنه، یک ورودی در نزدیکی خودش نهایتا تا یکی دو متری. اگر اون ورودی رو پیدا بکنید، تونلی هست، وارد تونل بشید، اون تونل تله داره و انتهای ورودی و تونل تله خونسا بشه، انتهای اون دو تا اتاق پر از اشیای گرانبها. خدمتون عرض بشه که معمولا عرض کردم اگر عقاب رو دیدید، جهت نگاه، جهت منقار و دمش رو خیلی مهم ارزیابی بکنید و با دقت فراوان بررسی بکنید. ضمن این که ببینید، ما در کوه و دشت و بیابون قدم میزنیم و عکس میگیریم و میگیم این شبیه فلانه، این شبیه فلانه، این شبیه فلانه. بایستی در مکان نامی باشید. اگر شما یک نمادی، یک نشانه ای رو میبینید، باید در مکان نامی باشه. اگر در مکان نامی نباشه، یعنی شما یک دکمه رو پیدا کردید و برای این دکمه میخواییم پالتو بدوزیم، یعنی اصلا نه مغروم به صرف است، نه کار عاقلانه‌ایه. پس بایستی مکان نامی باشه و نمادهایی که در کوه و بیابون میبینید، بگردید دنبال نام که اسم این کوه چیه، اسم تپه چیه، اسم چشمه چیه، اسم دره چیه، اسم اون سنگ خاص چیه، آیا قلعه باستانی دارید، برجک دارید، کاروانسرا دارید، راه مالرو دارید، راه شاهی دارید. اسم روستاهای اطراف رو بررسی بکنید و واکاوی بکنید که چرا اسم این روستا این است. همه اینها رو مثل قطعات پازل کنار هم بذارید. در طبیعت دوستان گرامی، وقتی ما به آسمون نگاه میکنیم، آسمون رو شبیه ابر، آسمون رو شبیه یه قطار میبینیم، شبیه یه هلیکوپتر میبینیم، شبیه یه بالون میبینیم، شبیه یک ساختمان میبینیم. آیا اون بالونه؟ آیا اون هلیکوپتره؟ آیا اون نمیدونم قطاره؟ نه عزیز من، باد اومده در شرایطی همچین چیز بسیار زیبایی تشکیل شده. در طبیعت هم فرسایش همون کار ابر رو میکنه. پس مواظب باشید، اگر شکلی رو میبینید در طبیعت، باید مکان نامی باشه. اگر مکان نامی باشه، اون نمادی که اونجا ساختن، اون نشانی که اونجا ساختن، اون نشان نیاز به آب داره. همه چیز در طبیعت موجود هست و اگر هم در اونجا موجود نباشه، میتونن از اون قسمت بیارن، هم بکنن، ببرن جای دیگه. چرا؟ چون سرباز دارن، خدمه دارن و حشم دارن. اما انتقال آب بسیار مشکل بود، لذا میومدن تمامی نمادها و نشانه ها رو در کنار یک منبع آبی که میتونه آبشار باشه، رودخانه دائم یا فصلی باشه، چشمه و قنات و چاه باشه، میومدن میساختن. پس دوستان گرامی، حواستون رو جمع بکنید و به دنبال مکان نامی باشید و کوه و بیابون رو بدون دلیل سوراخ سوراخ نکنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهای همه شما خوبان. حق نگهدارتون.